بوکر توف هلخا یومی سلخای هارامبام. با وجودی که میسوای سیسی در شب معمول نیست، ولی ما شما اسرائیل قسمت سومش و یومی رو هشه المشل مور دبل منیسران تعلیم واسل و ام سیسی. قسمت سوم شما اسرائیل درباره سیسی صحبت میکنه. خب روز میدونیم که سیسی میپوشیم و مربوط میشه، اما شب که ما قریت شمع رو میخونیم معمولا سیسید نمیپوشیم شب. پس چرا باید قسمت و یومر را چرا باید در شبم بخونیم؟ هارامبا میگه به خاطر اینکه اولا نوشته اورئیت موتو اسخرت مدکل میسود، ببینید آن را و به یاد آورید تمام دستورات خدا را. حالا چجوری با دیدن سیسید میتونیم دستورات خدا را بفهمیم ببینیم؟ و این مسئله دیگه است. اما چون میگه اورئیت موتو، ببینید آن را، شب اگر در هوای معمولی باشه بدون استفاده از چراغ و اینا شب نمیشه دید، خود شب تاریکه. چون میگن اورئیت موتو یعنی ببینید، وقتی سیسیتا ببوشید که میتونید ببینیدش بدون نور غیر طبیعی. به همین خاطر در تورای شبلپی حقامیم نتیجه گرفتن که سیسیت را شب نمیپوشن. خب اگر سیسیت شب نمیپوشیم، پس چرا باید شما اسرائیل شب در شب هم قسمت سومش هم بخونیم؟ هارامبا میگه برای اینکه یه چیز دیگری در اون یا ذکر شده و اون یسیاد میسرایم هست. در قسمت سوم قریت شما که مربوط به سیسیته میگه انی هشم الوکیخم هشم رسید تیدخم مهرس میسرایم، من هستم خدای خالق شما که شما را از سرزمین مصر خارج کردم. پس چون درباره خروج از مصر اینجا یادآوری شده، ما شبم این قسمت سوم رو هم میخونیم به خاطر یادآوری خروج از مصر. برای اینکه نوشته لمعن تیسکور ادیوم صدخا مئرش مصرعیم کل یمه حیخا. خداوند به ما دستور داده که به خاطر اینکه به یاد آوری روز خارج شدن از سرزمین مصر را تمام ایام زندگانیت. یعنی چی تمام ایام زندگانیت؟ وقتی میگه کل یمه خیخا یعنی چه روز چه شب، کل یمه خیخا. و این یه بحثی بوده بین حضال که این کل یعنی چی، یعنی هم شب و هم روز. البته ما میدونیم که خروج از مصر در چه وقتی واقع شد؟ در روز، همانطوری که در تورا میگه میماخارت پسخ یا تو بن اسرائیل. بن اسرائیل فردای مراسم پسخ از خارج شدن از مصر. فردا یعنی روز. فردای پسخ یعنی چی؟ پسخ یعنی چهاردهم. میدونید پسخ چهاردهم خگ مسود پونزدهمه، برای اینکه قربان پسر که تقدیم میکردن 14 نیسان و اسرائیل در 14 نیسان آماده شدند و قربانی تقدیم کردند و شب اون را خوردند. به همین خاطر میگه میماخارت پس ایاتسو، فردای پسر رفتن بیرون. پس میفهمیم که اسرائیل در روز از مصر خارج شدند. اما شروع گئولا کی بود؟ شب بود. شب ضربت اول زادگان پر او چه کار میکنه؟ و اقرال موشه و اهرون لیلا، پر او موشه و اهرون را شبانه احضار میکنه و یومر و میگه قومود سومی تو خمی، برخیزید و خارج شوید از میان قوم من. اینجا اجازه میده، مجوز را پر او میده. همیشه در طول گالوت ما باید از ابرقدرت جهان هم اجازه بگیریم. سازمان ملل باید اجازه بده تا اسرائیل استقلال پیدا بکنه. این اصله که ما توی ویدیوها خیلی صحبت کردیم. ما همیشه با هماهنگی کل دنیا باید رفتار بکنیم، برای اینکه ما اومدیم که دنیا را اصلاح بکنیم. چون هدف ما تیکون علامه، یهودیت اومد دنیا را اصلاح بکنه، ما باید باشون هماهنگ باشیم، باشون همراه باشیم، باشون دوست باشیم، دشمنی و کینه نباید داشته باشیم. اینه که میگه ما باید هماهنگ باشیم. و پرعو وقتی خدا وقتی خود پرعو اجازه داد اسرائیل از مصر خارج کرد، خدا میتونست به راحتی در یک روز یک شب اسرائیل رو ببره بیرون، اما باید پرعو اجازه میداد، باید متقاعد میشد با رفتارهایی که خدا باش کرد خودش اجازه میداد. به همین خاطر گفت قومو
بفرمایید مجوز میدم پاشید از مصر برید. و به همین خاطر میگه در جای دیگه تورا میگه حدسی اخا هشم الوکه خامی مصرعیم لیلا، خداوند تو رو از مصر شب خارج کرد، پس من باید نفهمیدم روز بود یا شب بود. یه بار میگه میمه خارده پس هیاسو، یه بار میگه در اوج روز رفتن، در اوج روز رفتن بیرون، پس یه جا میگه خداوند تو را شب خارج کرد. جواب اینه، به خاطر اینکه مجوز شب داده شد، یعنی پرو گفت از الان که شب دیگه آزادید، آزادی در شب اعلام شد، اما در عمل روز اسرائیل ها رفتند. اون شب آزادی در حقیقت نزدیک میشه به روز آزادی، اینا به هم نزدیکه. به همین خاطر چون هم نوشته شب و هم نوشته روز، ما هم شب قسمت سوم قریت شمر را که درش مسیحیت مصرعی ما ذکر میکنیم، ما میخونیم به یاد، چون گفته کل یه می هیه خواه، شب و روز نداره، آزادی دیگه شب و روز نداره، آدم همیشه وقت آزاده، همش آزاده دیگه، زمان وجود نداره. و به همین خاطر قسمت سوم قریت شمر را حتما شبها هم در شما اسرائیل میخونیم.